شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان میزبان هفتمین مجمع جهانی ملل متحد برای ائتلاف تمدن‌هاست. در این دوره 2500 نفر از مقام‌های سیاسی و مذهبی از 120 کشور جهان برای گفتگو و تبادل نظر درباره مسائل فرهنگی شرکت کردند. جهان در سالی که گذشت شاهد ادامه جنگ داخلی سوریه و نیز حمله‌های تروریستی در پاریس و بروکسل بود. برگزار کنندگان این مجمع بر موضوعاتی مانند مبارزه با گفتمان نفرت و افراط‌گرایی تاکید می‌کنند. گفتمان نفرت از طریق رسانه‌ها و اینترنت منتشر می‌شود. برای همین نیز ائتلاف تمدن‌ها برای نشان دادن ناسازگاری نفرت و مذهب مهم است. نفرت ناشی از احساسات خشن است. فعالان مدنی و مقام‌های رسمی اعتقاد دارند افرادی که از گفتمان نفرت برای پیش بردن جنگ و اشاعه اندیشه‌های افراطی بهره می‌برند از همه ابزارهای مورد نیاز برخوردار هستند. گروه‌های افراطی به طور چشمگیری در فیسبوک فعال هستند. فیسبوک یکی از وبسایت‌هایی است که بیشترین مخاطب زیر 18 سال را به خود اختصاص می‌دهد. گروه‌های تروریستی مانند داعش تصاویر و ویدیوهایی برای تبلیغ و دعوت به خشونت پخش می‌کنند. در این ویدیوها نحوه حمله و بمب‌گذاری آموزش داده می‌شود. این تصاویر آشکارا نشان دهنده دعوت به خشونت است و باید با آن مبارزه قطعی کرد. از سوی دیگر برخی رسانه‌های سنتی با بهره گرفتن از گفتمان ضد مهاجرتی و ترسیم کردن چهره‌ای منفی از پناهجویان زمینه شکل‌گیری نفرت را فراهم می‌کند. نصیر عبدالعزیز الناصر نماینده عالی سازمان ملل برای ائتلاف تمدن‌ها چنین پدیده‌ای را یکی از دلایل دشواری پیشروی مهاجران برای ادغام در جامعه تازه می‌داند. در پی بالا گرفتن موج پناهجویان از سوریه شاهد رسانه‌هایی هستیم که دیدی بسیار منفی به این مسئله دارند و میگویند این افراد تهدیدی برای صلح، امنیت و اقتصاد هستند. ولی همه ما می‌دانیم آنها قربانی استبدادند. شرکت کنندگان در این مجمع به خوبی آگاه هستند که مقابله با گفتمان نفرت در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی کار آسانی نیست. برای نمونه بیش از 1,500,000,000 نفر هر ماه در فیسبوک فعال هستند. با این حال به نظر شرکت کنندگان میتوان با پیشبینی سازوکارهای مناسب با رشد افراطی‌گری در شبکه‌های اجتماعی مقابله کرد. هنگام بررسی گفتمان نفرت و حساب‌های کاربری افرادی که چنین گفتاری را اشاعه می‌دهند، متوجه صفحات بی‌نام و نشان شدیم. بنابراین مجریان خدمات آنلاین می‌توانند با اعمال برخی نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر مانع از فعالیت این حساب‌های کاربری گمنام در شبکه‌های اجتماعی شوند. دوم اینکه کودکان ما باید با شبکه‌های اجتماعی و جنبه‌های مثبت و منفی آن آشنا شوند. این مجمع نخستین همایش برای گفتگو درباره نحوه مبارزه با گفتمان نفرت و خشونت نیست. در دسامبر سال 2015 همایشی با همین موضوع در سازمان ملل متحد برگزار شد. در پایان این نشست برگزار کنندگان جزوه ای را به زبانهای مختلف منتشر خواهند کرد. این متن در برگیرنده توصیه های واقع گرایانه درباره نحوه جلوگیری و مبارزه با افراط گرایی در رسانه ها خواهد بود.